ساعت 1:07 بامداد روز پنجشنبه 21 مهر، منطقه اشتیلینگن، شهر هامبورگ. فرد یا افرادی ناشناس به مدرسه و مجتمع آموزشی ایران به نام شهید بهشتی در شهر هامبورگ حمله کردند. مدرسه ای در طبقه همکف از ساختمانی سه طبقه. بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردیم، یک یا چند عامل ناشناس محلولی آتشزا رو از طریق پنجره وارد ساختمان می کنند. دقیق نمیتونیم بگیم چه نمایه‌ای و در حال تحقیقات هستیم. به گفته پلیس، 7 نفر از ساکنان طبقات بالای مدرسه با اطلاع یافتن از آتش سوزی خودشان را به خارج از ساختمان میرسانند و یک فرد 62 ساله به دلیل استنشاق دود روانه بیمارستان میشود. بازور امکان ورود به ساختمان را پیدا کردیم و کاغذها و مبلمان دچار حریق رو خاموش کردیم. آنطور که مقامات کنسولگری ایران در هامبورگ میگویند، دانش آموزان و فارسی آموزانی از ملیت‌های مختلف به صورت تمام وقت و پاره وقت در مجتمع آموزشی شهید بهشتی تحصیل میکنند. بیش از 100 تا دانش آموز در سال جاری ثبت نام کردند. متاسفانه امکان برگزاری حضوری کلاس‌های امسال فعلا فراهم نیست. اما با گذشت 5 روز از حمله به یک مدرسه در آلمان که به گفته دیپلمات ایرانی تروریستی هم بوده، سوالات و ابهاماتی پیرامون این حادثه همچنان وجود دارد، به خصوص درباره حفاظت از یک نهاد وابسته به ایران در این کشور. در گذشته هم حرکت‌های ایزایی علیه مدرسه از سوی بعضی از معاندین صورت گرفته بود که از پلیس خواسته بودیم ما که امنیت مدرسه رو حفظ بکنه. با این حال این حادثه در حالی رخ داد که حفاظت کامل در مقابل حملات این چنینی علیه مدرسه در واقع فراهم نشد. کنسولگری ایران در هامبورگ با پلیس و مقامات ایالتی درباره شناسایی عوامل آتش زدن مدرسه که آن را تروریستی می‌دانند و ضرورت جلوگیری از تکرار آن مکاتبه کردند. اما با گذشت 5 روز از وقوع آن هنوز پاسخ روشنی از سوی مقامات آلمانی مطرح نشده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.